بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لحظات پایانی ماه شعبان است، ماه پیامبر گرامی اسلام، ماهی که رسول خدا از مردم خواستند ایشون رو یاری کنند با عبادت و نماز و دعا. خب این ماه تمام شد انشاءالله، اگر تا این ساعت از ماه شعبان خدا ما رو نیامرزیده یا توفیق آمرزش پیدا نکردیم، در باقی مانده این ماه مشمول آمرزش واقع شویم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فردا هم اول ماه مبارک رمضان است، ماهی که ائمه ما با یه استقبال ویژه‌ای می‌رفتن سراغش. حالا ما هم غالبا با یه استقبال بعضیامون میریم، حال داریم، معنویت داریم، ولی بعضیا مثل من ممکنه به استقبال ماه رمضان با خرید بیشتر، با پر کردن یخچال، با مثلا تهیه دیدن وسایل غذایی بگیم خب از فردا ماه رمضان دیگه سبزی داشته باشیم، کاهو داشته باشیم، میوه داشته باشیم، خربوزه داشته باشیم، اینطوری بریم به استقبال. ولی ائمه بزرگوار ما به استقبال ماه رمضان به یه شکل دیگری میرفتن. سید ابن طاووس نقل میکند: رسول خدا اذا دخل شهر رمضان، وقتی ماه رمضان وارد میشد، تغییر لونه، رنگ پیغمبر تغییر میکرد، یعنی یه احساسی بهش دست میداد که وارد ماه رمضان شده. و همچنین دارد که نماز پیغمبر، دعای پیغمبر در ماه رمضان افزایش پیدا میکرد، با اینکه در ماهای دیگه هم زیاد بود. پیغمبر شعبان هم روزه بود، رجب هم روزه بود، سه ماه در سال روزه میگیره. طور نبود که حالا ورودش به ماه رمضان فقط با روزه باشه، با دعای زیاد، نماز زیاد. و باز دعایی از امام سجاد در آستانه ماه مبارک رمضان نقل شده که حضرت این دعا توی در مفاتیح و همچنین در صحیفه سجادی هم هست. یک فرازش اینه که اللهم الهمنا حرمت فضله، خدایا توفیق بده ما فضیلت ماه رمضان رو درک کنیم، حرمت احترامش رو درک کنیم، جایگاهش رو درک کنیم. بالاخره همه ماهای سال مال خداست، ولی خدا یه ماه رو میفرماید که این شهر رمضان و ماه ویژه است، ماه خاص، ماه الهی است. همه شبها مال خداست، ولی یک شبو میگه لیلة القدر خیر من الف شهر، از 80 سال بالاتره و اونو در ماه رمضان قرار داده است. ماهی که انصافا ثواب اعمال رو خدا سنگ تمام گذاشته، مثل این تخفیفایی که گاهی دولت میده یا بیمه ها میدن، آقا مثلا تا فلان جا اگر جریمه ها رو بیارید نصفه، تا اون موقع اگه وقتی حالا اگر یه جایی اعلام کردن آقا 10%، 5%، 1% جریمه ها رو میگیریم، یا اگر مثلا شما فرض کنید سرمایه گذاری کنید تو این بانک 100 برابر وام میدیم، در ایام دیگه 2 برابر، 3 برابر، ولی تو این 3 روز تصمیم گرفتیم 100 برابر وام بدیم، چقدر شلوغ میشه. حالا قرآن خوندن همیشه ثواب داره، ولی یه آیه بشه یه ختم قرآن، این نیست در ماهای دیگه، این خیلی استثناست. یک آیه یه ختم قرآن، یعنی یه کسی میتونه مثلا 10 تا آیه در روز بشه 10 تا ختم قرآن. چقدر ویژگی خاصی خداوند برای قرائت قرآن در این ماه قرار داده. روزه هم آیان، برادران، جوانان عزیز، میدانید این روزه ای که ما میگیریم طبیعتا مثل خیلی از کارهای دیگه اینها جنبه عمومی داره، جنبه خاص داره، جنبه اخص داره. یعنی علمای گذشته میگفتن روزه 3 جوره: عام و خاص و اخص، عمومی و ویژه و خیلی ویژه. حالا
اگه مثال بخوایم بزنیم، شما این استخرها مثلا دیدید آموزش شنا میدن، گاهی میگن آقا بیاید اسمتون رو بنویسید مثلا 10 جلسه بیاید آموزش ببینید، شما میریم 100 نفر دیگه هم هستن، شما مثل اونا مثل در کنار اونا تو کلاس شرکت میکنید، دیگه مربی به طور خاص به شما توجه نداره که شما 99 تا مثل شما هستن، یکی هم شمایید، داره یادتون میده اینطور دو چرخه بزن، اینطور نمیدونم از فرض کنید که عمیق برو، اینطور روی آب خوردون نگه دار. لذا تو آموزش های عمومی هم اگر کسی استعداد ویژه داشته باشه، ولی غالبا خیلی یاد نمیگیره، یه وقتی میگه نه آقا یه کلاس داریم اخصه 5 نفرن، سقفش 5 نفره، شما میتونید تو اون کلاس بیای، خب خیلی فرق میکنه، شما بالاخره توجه معلم به شما بیشتره، دقتش بیشتره. یه وقتی میگه آقا اصلا شما آقا پسرتو بفرست تکی یادش میدم، استخر خالی و عرض میکنم هیچ کس توش نیست، فقط به ایشون هستن الان بعضی آموزش تک میرن میبین، این دیگه خیلی ویژه است، اخص میشه، اون اولی عام، دومی خاص، سومی اخص. روزه عمومی اجتناب از این خوردن و آشامیدن و این محرماتی است که تو رساله ها نوشتن، غبار غلیظ دادن به قلب به حلقش نرسانه، آب نخوره، عرض میکنم که این چیزایی که نوشتن احکام، این عام. اما خاص میگن اونیست که انسان از مکروهات هم اجتناب کنه، از چیزایی که روزه رو باطل هم نمیکنه، مثلا غیبت روزه رو باطل میکنه؟ نه. نگاه به نامحرم روزه رو باطل میکنه؟ نه. عرض میکنم که مثلا پا سیدی مبتذل نشستن روزه، نه هیچ روزه باطل، خوردن نیست، آشامیدن نیست. یا فرض کنید که کسی در حال روزه مثلا ناسزا بگه، بعد خلقی کنه، نه هیچ کدوم روزه رو باطل نمیکنه. تو رساله هم هیچ کجا ننوشته یکی از مبتلات روزه غیبت، یکی تهمته، یکی درو، اگه این بود یه روزه دار پیدا نمیشد. بالاخره ساخ گفتن آقا خوردن و آشامیدن. ولی خب اگر یک کسی تونست از این چیزایی که ثواب روزه رو پایین میاره از اینا بشه، این میشه خاص واقعا. ولذا روایت دارد اذا صمت، دقت کنید روایتو، وقتی روزه میگیری فلیصم سمعک، گوشت هم روزه بگیره. یعنی قطره تو گوشمون نریزی روزه بگیره، گوشت روزه بگیره. وس بسر رو که چشمت هم روزه بگیره، یعنی چی چشم روزه بگیره؟ و شعر رو که موت هم روزه بگیره، ببینید شما تمام اعضا، و رجل رو که و ید رو که پات هم روزه بگیره، دستت هم روزه بگیره. خب معلومه روزه مو اینه که خانم موهاشو بیرون نذاره میاد بیرون تو ماه رمضان، مواظب باشه. روزه گوش اینه که آدم غیبت گوش نده، حرام گوش نده. روزه چشم اینه که انسان چشم به نامحرم، به صحنه‌های حرام. اینا میشه اخص. حالا اون سومیش رو توقع نداریم ولی میگیم میشه خاص. اخصش آن است که آدم اجتناب از مباهات هم بکنه، اون دیگه خیلی مشکل میشه. عام اینه که آدم همین نخوره نیاشامه مثل خیلی از روزه دارا. خاص اینه که آدم از محرمات مثل غیبت، تهمت، حتی مکروهات هم اجتناب کنه. اما اخص اینه مباه هم انجام. ما رمزونه، من نمیذارم فرصت هم بسوزه، میخوام از همش استفاده کنم. مباه اینه که آدم گاهی کارهای بیبار انجام میده، نه ثواب داره نه گناه. مثلا میخوام همه فرصت هم استفاده بشه. و یه نکته ای هم خدمت شما عرض کنم، حتی هنوز بحثم وارد نشدم، این داره برای ما رمزان میگه. ببینید آقایون، یه بحثی علمای اخلاق دارن که برترین اعمال چیه، افضل اعمال. این سوال جوابش یه خورده ساده نیست، باید روش فکر کرد که برترین اعمال چیه. به نظرم میرسه باید یه مقداری جوانبش رو سنجید. مثلا فرض میکنیم بعضی روایات دارد، مثلا فرض کنید برترین اعمال زیارت امام حسینه، مثلا عرض میکنم برترین اعمال دعاست، برترین اعمال نمازه. من به نظرم میرسه روایات ما را که نگاه میکنیم به مخاطب باید نگاه کرد. مثلا الان نماینده های مجلس، قاضی ها، وزیر، وکلا، مسئولین، خب یکی از برترین اعمال حج، تمامشون اول ذیحجه ول کنن برن مکه. یه سال اینطور شده بود که صدای دولت در آمد، اصلا مجلس به حد نصاب نمیرسید،
آقای قاضی تو بشین تو دادگاه، کار مردم برترین اعمال مال تو حج نیست، مال اون بنده خداییه که کار نداره. عرض میکنم که فرصتم داره، زمینشم داره. برترین اعمال آقا زیارت امام حسین روز عرفه، آقا تمام کشور ول کنن برن روز عرفه مکه. برترین اعمال برای یک قاضی کار مردم رو انداختنه، برای یک اداری کار مردم رو انداختنه. برترین اعمال مثلا شب قدر، برترین اعمال چیه؟ برای یه جوون میپرسی شما؟ برای نوجوون میپرسی؟ برای پیرمرد میپرسی؟ اینا فرق نظر روایت هم که نگاه میکنید با هم فرق داره. دلیلش همینه که برترین عاشق عباس قمی راجع به شب 21 یکی از اعمال برتر رو میگه تحصیل علم. خب تحصیل علم اینو برای کی میگه؟ برای کسی که رشتهشه در راه علم، در راه کسب درسه. یعنی برترین اعمال رو نمیشود ما یه تعریف کلی براش بدیم. جوان فرق میکنه، نوجوان فرق میکنه. عرض میکنم که کسی که کار اداری داره فرق میکنه. ولی یه جواب به این سوال پیغمبر داد تو ماه رمضان که همه رو شامل میشه، قاضی، وکیل، نماینده مجلس، جوان، نوجوان. یعنی این سوال، این پاسخ سوالم حضرت علی پرسید. امیرالمومنین علیه السلام پرسید یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، برترین اعمال تو این ماه چیه؟ و وقتی چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، تو ماه رمضان این برترین عمل باشه، تو غیر ماه رمضان هم هست. وقتی پیغمبر گرامی اسلام خطبه خوند که خطبش هست تو منابع تو ماه شعبان، و فرمود سبحان الله مازا تستقبلون، میدونید چی داره میاد، میدونید چه خبره. بعضی از مردم فکر کردن مثلا جنگه، گفتن یا رسول الله عدوون هزر، دشمن قراره حمله کنه، او وحی نزل. چون وقتی پیغمبر اینطور موضع میگرفت میدونید چی میخواد بیاد، یا وحی قرار بود نازل بشه یا دشمن قرار بود حمله کنه. یا رسول الله شمشیر برداریم یا منتظر باشیم جبرئیل یه پیام جدید برای شما آورده. یا رسول الله عدوون هزر او وحی نزل، دشمن قراره حمله کنه یا وحی قراره بیاد؟ فرمود هیچ کدوم، نه عدو میاد نه وحی. اینی که گفتم میدونید چی داره میاد، ماه رمضان داره میاد. حالا به هر حال صحبتایی کرد، از جمله خبر از شهادت امیرالمومنین داد. حضرت پرسید افضل اعمال در این ماه چیه؟ پیغمبر فرمود الورع و ان محارم الله. این دیگه اداری و غیر اداری و جوان و پیر. چرا؟ وقتی عرض کردم یه وقت بگیم افضل اعمال حج، این مال همه نیست، باید شرایط رو دید. افضل اعمال زیارت امام حسین، افضل اعمال، عرض میکنم این روایت دیگه همه اقشار رو شامل میشه. فرمود برترین اعمال اینه که آدم خودشو کنترل کنه، گناه نکنه. الورع و ان محارم الله، ورع یعنی خیشتنداری. حالا این الورع و ان محارم الله شامل وکیل میشه، شامل قاضی میشه، شامل اداری میشه، شامل کاسب میشه، شامل منبری میشه. درسته آقایون، محارم این عشق، این مشاغل با هم فرق میکنه. یعنی حرمتایی که من آخوند بهش مبتلا میشم غیر از حرمتایی است که یکی دیگه بهش مبتلا بشه. مثلا ممکنه من اصلا حرمت شراب خیلی رازم نباشه راجبش بحث کنم، هم بدم میادم، نمیدونم چی هست، هم سراغش هم نمیرم. مثلا عرض میکنم یا شما به یه زن مؤمن مسلمان چادری گوشه چشمش باز نیست، این حرمت زنا مثلا اصلا نمیخواد راجبش بحث کنین، نمیذاره گوشه چشمشو کسی ببینه. محارم اینا، حرمت ها با هم دیگه فرق. حرمتی که یه اداری بهش مبتلا میشه با حرمتی که یه بازاری بهش مبتلا میشه، با حرمتی که یک جوان بهش مبتلا میشه، با حرمتی که یک روحانی بهش مبتلا میشه فرق میکنه. ولذا روایت داریم چند تا چیز از چند گروه بیشتر توقع میره. مثلا حیا مال همه خوبه ولی از جوونا بیشتر توقع میره. عدل مال همه خوبه ولی از مسئولین بیشتر توقع میره. العدل حسن و من الامراء احسن، عدالت مال همه خوبه ولی این بنده خدا بقال سر کوشه، کارش به کسی نیست که عدالت بخواد، این یه جنسی میفروشه. و عدالت مال قضات، مال دادگاه،
مال اونا بیشتر نیازه، مال عمرا. بعضی از گناه ها زمینش در بعضی ها، مثلا عرض میکنم که فرض کنید بحثای اقتصادی، ربا، رشوه، گناه های خب اینا از بازار، از ثروتمندا بیشتر توقع میره احتیاط کنن. خلاصه این ورع جواب کلیست. اگه سوال شد برترین اعمال مال همه تو همه شرایط چیه؟ پرهیز از حرام. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای مشکینی، ما درس اخلاق ایشون میرفتیم گاهی گاهی هم نماز جمعه میآمدن، من تو نماز جمعه این ازشون شنده بودم، مکرر میفرمود اگر توفیق مستحباتم پیدا نکردید قصه نخورید. حالا یک کسی تو شعبان یه روزم نگیره، خب نگیره، واجب نبوده. اگر یک کسی نتوانست تو کل ماه رمضان یه دعای افتتاح بخونه مثلا، خوبه بخونه ولی نشد به هر دلیل، نامستحبات. میفرمود خداوند اونی که بیشتر از شما توقع داره و اجر بیشتری برش مترتبه ترک محرماته، که انشاءالله خداوند به هممون این توان رو در ماه رمضان عنایت کنه، این تمرین رو تو ماه رمضان داشته باشیم. من بارها اینو گفتم که بعضی ها میگن آقا روزه برای چیه؟ یه اسمس اومده بود دیروز برای ما که خدایا هم گرم هم گرما، امسال مهمانی رو بیخیالش شد، خلاصه کنسلش کن. حالا یه صد تا تبریک آماده بود، یه کسی هم ذوقش این بود اینطوری پیامک زده بود که آقا هم گرم هم گرانی، اشتباه میگم، هم گرم هم گرانی، خدایا امسال مهمانی رو خلاصه. خب حالا این نگاهش به روزه رو شوخی کرده بود، اب نداره شوخی تو ماه رمضان، مزاح تو ماه رمضان تا مثلا خوش خلق‌تر باشه، بیشتر عرض میکنم که نسبت به دیگران به گونه‌ای صحبت کنه که شادی آفرین باشه. ولی اینو میخوام عرض کنم، سوال کرده بودن از ما تو همین برنامه تلویزیونی که میریم برای سمت خدا، یکی از دوستان زده بود که آه بالاخره خدا نمیشه از یه راه دیگه این مثلا زمینه رو فراهم کنه. اصلا فلسفه این روزه ما نوشته بود، جوانی بود نوشته بود، ما توجیه نمیشیم. من به ایشون عرض کردم که فلسفه روزه تو خود روایات و آیات اومده، ولی به نظرم میرسد یکی از مهمترین دلایل روزه تمرینه، یعنی یک نوع آمادگی. شما دیدی برمیدارن 3000 تا 4000 تا آدم رو میبرن یا تو بیابون مانور میدن، ارتش اینطوره، یا تو آب مانور میدن، میگن مانور مشترک یا مانور مختص، کلی هم گاهی هزینه میشه، گاهی تلفات هم داره، بعضی از این مانورها کشته داره، بعضی ها مجروح داره. میان مثلا شما توی عرض میکنم که خوابگاه رفتی برای آموزش، ساعت 2:30 یه مرتبه برپا میزنن، نمیدونم بیدار میکنن، عقد منفجره میزنن، میگه آقا مرض دارید؟ میگه خب جبهه که نیست اینجا، صبح این کارو بکنید. میگه نه، ما نصف شب این کارو کردیم که اگه یه وقت دشمن حمله کرد عادت کنید شما. روزه من اونجا عرض کردم، حالا همش نمیخوام بگم، 7 مورد اونجا گفتم، گفتم یکی تمرین اراده است، عزم و اراده تو قوی کنه. ببین حلال نمیخوری، ببین حلال نمیآشامی، ببین هی نگاه میکنی به ساعت، تا سر ساعت نرسه افطار نمیکنی، بس میتونی، میتونی وسواس کنار بذاری، میتونی گناه کنار بذاری، میتونی نماز اول وقت بخونی. تمرین توانستنه، تمرین عزم، این یک. دوم تمرین نظم، تمرین عزم و تمرین نظم. تق تق ساعت داره میخوره، یه مرتبه میذاری کنار، میگی نخور، از اون شد نظم دیگه، دقیق 4:20 دیگه نخور، مثلا 18:40 مثلا افطاره، نظم. این نظم خودش هم تمرین، پس میتونی منظم بشی، تمرین عزم، تمرین نظم. عرض میکنم تمرین تقواست، لعلکم تتقون، میتوانی شما بالاخره خیشتنداری کنی، خودت رو حفظ کنی. اینا همه در واقع یک نوع ممار، مخصوصا برای جوان و شما جوانان عزیز. ما توفیق داشتیم روز سه‌شنبه جلسه رفتیم خدمت مقام معظم رهبری، 4-5 نفر بودیم، بودن بنده بودم و جای عالی بودن و جای نقویان بودن، بچه های سمت خدا رفتیم 7-8 نفری خدمت ایشون، نماز جماعتی محضرشون خونه، بعد هم ایشون تو اتاق 20 دقیقه
تو این جمع خصوصی صحبت کردن. یه چند دقیقه بنده صحبت کردم، چند دقیقه رفقای دیگه صحبت کردن، یک ساعت این ملاقات طول کشید و یه نهاری رو برگشتیم. به هر حال منظورم اینجاست، مقام معظم رهبری حفظه الله تو این ملاقات تقریبا یک ساعته که وقت ویژه گذاشتن، اخبارش هم پخش نشد البته، ایشون فرمودن در این جلسه به این چند نفری که در محضرشون بودیم، فرمودن این حسینیه ما رو شما نگاه کنید، شبای روزه 4-5 هزار جوون فقط تو حسینیه است. گفت من بیرون خبر ندارم، ولی میگن دو برابر اینم بیرون نشستن. خب اینا چه برای چی میان اینجا؟ خیلی از نه اصلا آقای رهبری رو نمیبینن، مثلا شما اومدن آقا رو ببینن، آقا تو خیابون طرف، او تو دانش خیابون دانشگاه، خیابونم کشوری، اون دور اطراف نشسته. اصلا ایشون فرمودن این نکته مهمه که فرمودن این کسانی که میان پای این منبر یه آتش دینی دارن. بعد فرمودن منبرهای سابق مجلس گردانی بود، تعبیر مقام معظم رهبری بود، مجلس گرده مجلس رو بچرخون، حالا گاهی با صوت بود گاهی با قصه بود، یه فرمودن منبرها حالا فرق کرده، حالا مخاطب شناسی با مردم با جوانا، این نیاز باید پاسخگوت بشید و این نیاز رو باید. بعد تعبیر ایشون این بود که منم به ایشون عرض کردم، گفتم آقا اعتقاد ما اینه، من خودم ارومیه منبر داشتم سه شب خدمت آقا عرض کردم، گفتم خانواده ما همراهمون بود، چون گفتن توی زنها 60-70%, 80% اینا که اونجا بودن حجاب نداشتن، خیلی چون یه شهر با حجابی نیست اونجا، خیلی ها مانتویی بودن خیلی ها، ولی برای منبر اومده بودن، گریه میکردن، گوش میدادن. این خیلی، من دانشگاه از زهرا دو سه روز قبل سخنرانی 600 تا دختر جوان اونجا جمع کرده بودن برای یه دوره 2 هفته‌ای. خب خیلی وضع حجاب مناسب نبود، وضع یعنی خیلی راحت اومده بودن تو این جلسه، ولی در این حال خب بنده آخوند و طلبم، نه هنرمندی برم اونجا بگم، نه بلدم بنوازم، نه بخوانم، سخنرانی نرفتم بکنم. من یک ساعت صحبتم طول کشید، گرمم بود، یک ساعت صحبت پرس بود. گفتم دیگه خسته شدم کافیه. گفتم نه 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 نه، خب چیز من چه کار دارم میکنم که میگه نه، نمیذاشتم من و السلام علیکم بگم، باز یه رب دیگه سرش کردید. گفتم نه باز یه رب دیگه. یعنی یک ساعت و نیم توی یه جلسه ای که حالا این حرار خنکی اینجا رو هم نداشت 600 تا به ایشون عرض کردم، اینا از فطرتشون پاکه. ببین این درسته 4 تا موش کاکلش بیرونه، یا عرض میکنم که مثلا فرض کن یه مانتو علی ظاهر کوتاهی، ولی واقعا همینم به ایشون تایید کرد، تمامن همینطوره. این پیام دین در واقع جوانه، حالا گاهی هم یه کجی پیدا میکنه، ولی خوشبختانه در مبانی شیعه که میگم شیعه، واقعا قدر این تشیع رو بدانید. یک بیدار باشهایی گذاشتن برا ما مثل شب 21، آی چه میکنه، تکون میده، غوغا میکنه. حالا من خیلی فرصت پیامک خوندن و تلفن جواب دادن ندارم، ولی خدا میدونه شاید صدها مورد مثلا صبح 21 به ما پیامک، آقا ما دیشب عوض احیای مشهد ما رو عوض کرد، یه احیا ما رو عوض کرد، یه جلسه مثلا فرض کنید که شب عاشورا خیلی اثر داره. اینها اهرم هایی است که به حمد الله الان شما نگاه کنید توی کشورهای عربی هم روزه هست، برید مسجد الحرام همه نشستن سمون باکن به هم نگاه میکنن، اون روح نیست، اون نشاطی که شما تو دعاهای ماه رمضان دارید، تو مناجات شعبانیه، اینا مخصوص شیعه است دیگه. اصلا روح دعا، روح مناجات، روح گفتگو، روح عرض میکنم که دعای افتتاح، اینا هیچ کدوم ندارن اینا رو. من دیده بودم تو مدینه وقتی که دعای کمیل ایام مکه برگزار میشه، چند سفری که رفتیم حج واجب، گاهی این کشور عربی راهشون هم نمیدن دیگه، اخیرا میدونید کلا ممنوعه، همه راه ها رو میبندن، فقط ایرانی ها حق دارن تو این دعای کمیل شرکت کنن، ولی اینا میان تو هتل ها اطراف وای میستن. یا آقای بود از من میپرسید که کی شروع میشه دعا، مال تونس بود، شیعه هم نبود، گفتم که مثلا 10-10:30 اینا شب جمعه شروع میشه. بعد به عربی میگفت من این کلمات این دعا رو دوست دارم. اون نمیدونه کمیل کیه، دعای کمیل چیه، اصلا آشنا نیستن خیلی هاشون با این مفاهیم، ولی اون روحی که در این دعای کمیل هست او رو هم میکشه به این سمت و سو. خب انشاءالله خدا به هممون توفیق بده از فیوزات این ماه استفاده کنیم،
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث من این 4-5 تا جمعه ای که خدمت شما هستیم، البته وقتم نکردم به آقای الواتی بدم که سایت اعلام کنن، ولی حالا اعلام میکنم خودم. بحث من راجع به شادابی است، نشاط. چه کنیم که در زندگیمون نشاط داشته باشیم؟ یه جوان، چون بحث مهمیه، کمتر هم بهش پرداخته شده و عرض میکنم فرقم میکنه با لغو و بیهودگی و تمسخر و استهزا. و خیلی الان به هر حال دلغک بازی رو با شادابی قاطی میکنن. متاسفانه صدا و سیمای ما اینطور است، یعنی خیلی اوقات پیام دینیش پیام تمسخر و دست انداختن تا پیام شادابی بخشی. شادابی و نشاط که تو روایات هم کلمه سرور داره، قرآن هم داره، هم کلمه فرح داره. قرآن بیشتر فرح داره، فرح یعنی شادی، فرحین بما آتاهم الله من فضل. تو دعاها سرور هم داره، مثلا تو دعای جوشن میخونید یا سرور العارفین، آی شادی بخش دلهای با معرفت. نشاط هم میگن، یعنی سه تا واژه، هم نشاط، هم فرح و هم سرور. روایات عجیبی داره، من دوستاشو براتون بخونم و عوامل شادابی رو هر هفته یکیشو براتون عرض میکنم. این حدیث از امیر المومن علیه السلام، یه خطبه داره حضرت به نام خطبه متقین در نهج البلاغه است. 110 تا صفت برای اهل تقوا آورده، یکیش اینه، یسبه و فرحا. اهل تقوا کسایی هستند که صبح شاداب از خواب پا میشن، یسبه و فرحا. باز این حدیث از ایشون هست که از امیرالمومنین هست که من قل سروره کان فی الموت راحته. هر کی شادابیش کمه، یعنی افسرده است، بمیره راحت تره. واقعا بعضی ما میگن آقا ما روز 100 بار میمیریم از افسردگی، از خیلی درد بدیه، خدا نکن نصیب کسی بشه. افسردگی، غم، اضطراب خیلی درد بدیه و باعث میشه اصلا طرف دستش به کار نره، دستش به فعالیت نره. من بعضی هستن، یه خانم زی وقتی از کرمان ما زنگ میکنه، یک رو پشت تلفن گریه میگم خانم چته، مشکلت چیه؟ که افسردگی داره. هیچ نمیدونه، یعنی دردی که پزشک هم نمیتونه. خیلی هم الان مراجعات پزشکی تو این قضایا زیاد شده. این روایت خیلی پیامش دقیقه، من قل سروره کان فی الموت راحته. این در واقع مرگ براش راحت تره، کسی که شادابی. و لذا یکی از دعاهای امام سجاد این بود، اللهم ممنون، دعای پیغمبرم هست، اللهم ممنون علینا به نشاط. خدای به ما نشاط بده، شادابی بده. شادابی باعث میشه انسان نماز خوب بخونه. حقش آدم کسل چجور نماز بخونه؟ انگار جون میکنه، انگار میخواد چا بکنه. دیدید بعضی چجور نماز میخونن؟ چقدر سختشون. نشاط نیست، شادابی نیست. آدم بی نشاط بخواد درس بخونه، پدر خودشو در میاره، زحمت نمیتونه، چون نشاط. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی فرموده بودن من سر شب که مشغول مطالعه میشدم، اذان صبح منو به خود میورد. اذان صبح یعنی چند ساعت، متوجه نمیشدم اصلا شب گذشت. مقام معظم رهبری تو این جلسه که خدمت شما بودیم 2-3 روز پیش، روز سه شنبه، فرمودن من دور تا دورم کتابه، من خیلی فرود مطالعه میکنم. فرمود بعضی کتابا رو چند بار میخونه. اسم بردن، فرمودن مثلا کتاب آیت حق که راجع به میرزا علی آقای قاضی طباطبایی است، خیلی کتاب خوبی، من دیدم این کتاب رو، شرح حال ایشون، قصه های زندگیش. فرمودن این کتاب رو از خودم دور نمیکنم، از خودم دور نمیکنم، همیشه کنارم. خب این خیلی مهمه. چرا این نشاط در یک کسی هست که یک کتاب رو چند بار بخونه، مطالعه داشت؟ این همین حال در اثر نشاط پیدا میشه. یه وقتی این قصه رو گفتم برای شما، حالا بگم و بحث رو جمع کنم. در سفینه البحار دارد که امیر المومن علیه السلام رد میشدن، دن یک کسی داره دعای طولانی میخونه با بیحالی. دعای با بیحالی میدونید، گفتم یه وقتی کسی میگفت من دعا کمل که شروع میشه، اما اول دنبال یا سریع رضاش میگردم کی تموم میشه. این معلومه خیلی بیحاله، خیلی بیحاله. که دنبال ما تو مکه یه سال عرفه دعا میخوندیم، کسی اومد آقا تموم شد، گفت به خدا نفهمیده، با 2 ساعت گلوم پاره شد، 2 ساعت داریم دعا تموم شد. یعنی این انقدر حال داشت، انقدر نشد، گفت من نفهمیدم تمام شد. ولذا گاهی اتفاق افتاده که
در افراد گذشت دعا اصلا متوجه نمیشه منادات شعبانیه تمام شد. یکی هم نه بسم الله الرحمن الرحیم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء، می خدا یا سری رضاش کی میرسه. دقت بفرمایید، این دید داره دعا میخونه با بیحالی. این جمله رو بگم جمع کنم بحثم. آقا امیرالمومنین بهش فرمودن این طور دعا نکن، این خوب نیست، نمیخواد دعای طولانی بخونی اگه اذیت میشی. واقعا یه جوان گاهی میونه دعای طولانی حال نداره، خب نخون. به قول آقای فاطمی هم دو تا کلمه کمیل رو بخون بذار کنار اگه حال نداری، اگه حال داری کلشو بخون. آقا فرود میخوای یه دعایی بد یاد بدم که همه چیز توش باشه، خلاصم باشه. آقا مگه داری همچین دعایی؟ بله، الان قرصای درست میکنن همه ویتامینا توش هست، همه خلاصه نتیجه. آقا میشه یه قرصی یه کپسولی که همه یه دعاها توش جمع باشه و خلاصه. آقا فرمودن من یه دعا بد یاد میدم همه یه دعاها توشه، اگه حال نداشتی اینو بخون و این دعا رو من به شما بگم، بعد دیزی وقتی یاد داشت بفرمایید داشته باشید. حضرت فهمدن بگو الحمدلله علی کل نعمه، یعنی خدایا هم بر همه نعمتات. خب حالا یه وقت کسی حالشه مثل امام حسین تو دعای عرفه، این نعمت ها رو ریس کرده، گوش، چشم، استخوان گوش، نمیدونم پرده چشم، ولی شما که حالت نیست کلی الحمدلله علی کل نعمه. اسأل الله من کل خیر، خدایا هر چی خیره به ما بده. سه، اعوذ بالله من کل شر، از هر چی شر خدایا به تو پناه میبرم. چهار، استغفر الله من کل ذنب، از هر چی گناهم از توبه میکنم. خلاصه شد دیگه، خدایا بر همه نعمت ها شکر، الحمدلله علی کل نعمه، بر همه نعمت ها شکر. اسأل الله من کل خیر، همه خوبی ها رو بهم بده. اعوذ بالله من کل شر، از همه شرام به تو پناه میبرم. و استغفر الله من کل ذنب، این دعای خوبه، تو قنوت هم بخونید خوبه، صبح از خونم میایید بیرون بخونید خوبه. الحمدلله علی کل نعمه، اسأل الله علی کل خیر، اعوذ بالله من کل شر، استغفر الله من کل ذنب. دیگه همه گناه ها رو ازش استغفار کردید، همه شرور. این کار گاهی آسونه، مثل همین خواب روایت داره، از شب که میخوابید سه تا قل هو الله بخونید، یه استغفر الله ربی و اتوب الی بگید، یه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، یه صلوات بر محمد و آل محمد. حالا ساعت بذارید فکر کنم 30 ثانیه فوقش یه دقیقه بیشتر نشه. وقتی سه تا قل هو الله خواندی ثواب یه ختم قرآن، وقتی استغفر الله ربی و اتوب الی گفتی، اگه شب مردی و صبح خواب پا نشدی، عرض میکنم که همه گناهات رو استغفار کردی دیگه، پاکی ان شاء الله. وقتی سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر گفتی، این ذکر مادر ذکراست، یعنی تمام ذکرات تو این چهار تا جمعه، مثل اینکه همه ذکرا رو گفتی، اذکرونی شده. اون درود بر پیامبرم که گفت نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیشه ماست، گویا بر همه انبیا درود فرستادی. شما هر شب که میخوابی یه ختم قرآن میکنی، همه ذکرارم هم میگی، همه گناهام طلب مغفرت میکنی، به همه انبیام درود میفرستی. اما با همین خلاصه که گفتم، سه تا قول الله، یه استغفار، یه ذکر تسبیحات و اون نکته ذکر درود بر پیامبر، اینها در واقع چرا اینجور راه ها رو برام گذاشتن؟ به قول آقای قرائتی میگفت که ببین دعا افطار رو خلاصش کردن، اللهم لك صمت و علی رزقك افطرت، لقمه رو بگی وقت نیست که، اما دعا سحر طولانی گذاشتن. آقای بخون، آقای بخون، به بها که کال داری نشستی، هر 5 دقیقه بارم اینقدر بخون، دو سه پاشری تا 5. اما افطار چشما، به قول کسی رفته بودیم افطاری، بعد یه رب گفت آقا سلام علیکم، گفتم آقا یه رو بگفت، آقا من چشم افطار فقط خورما میبینه، خورما میبینه و پنیر رو نمیدونم گردو، چیز دیگر نمیبینه. وقتی سیر شدم حالا شما رو هم دیدم، حالا این چشمی که خورما فقط میبینه کی طاقت داره دعای تو رو؟ اللهم لك صمت و علی رزقك افطرت، تازه همینم که میخونه لقمه رو درست میکنه، اللهم لك صمت و علی رزقك افطرت، تمام شد. خلاصش گذاشتن برای اینکه اون حال خودشون خلاصه توجه داشتن به اینکه افطار کسی دعای طولانی. و لذا نوشته تو احوالات ائمه هم نوشته که نماز اول وقت در افطار اگر مهمان منتظره نخونید. آقا سفره افتاده همه منتظرن، آقا الله اکبر، آقا بیا افطار کن، مردم منتظرن.
اگر کسی منتظره دارد تو نقل که نماز افطار کنید بعد نماز بخونید، حتی اینم داره راجع به ماه رمضان، اینم داره به هر حال. ولی خب حالا کسی توان داره اول نماز بخونه طبیعتاً بهتر است. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا باب الله، السلام علیک یا رحمت الله الواسعه. روزدار واقعی امام زمانه، فردا حجت ابن الحسن ارواح نافذ. کجا سحری میکنه، کجا افطاری میکنه نمیدانیم، کجا مقیم میشه ایام ماه رمضان نمیدانیم، ولی روزدار واقعی که حتما شعبان و رجب هم روزه است، چون سنت پیغمبر در امام زمان جمعه، جمیع سنن انبیا و سنت رسول خدا در امام زمان جمع است. ولذا امشب حلول ماه رمضان رو به امام زمانمون تبریک میگیم. از آقا هم میخواییم به ما کمک کنه روزه هامون انشاءالله خاص و اخص بشه، روزه هامون ویژه بشه، این ماه رمضان رومون اثر داشته باشه. من این روزه رو همیشه اول ماه رمضان چند سال عرض میکنم و میخوانم و اون روزه تشنگی ابا عبدالله علیه السلام عرض میکنم. ماه رمضان غروب که میشه، مخصوصا تابستان، الان هم ماه مرداد 16 ساعت تشنگی، مخصوصا برای جوانان و جوانان، بچه ها سال اولیا قشنگ چشماشون سیاه میره، نگاه به آسمان که میکنن شاید آبی بودن آسمان رو نمیبینن. وقت اونجا من توصیه‌ام اینه، هر شب تو حرمم گفتم، گفتم از اینکه افطار که میشه اون لحظه ای که دیگه تشنگی فشار میاره، میخواید با آب جوشی چیزی افطار کنید، اونجا بگید السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا. این روزه رو جبرئیل برای آدم ابوالبشر خوند، گفت آدم انقدر حسین تشنه میشه که ان بینه و بین السماء دخان، هر چی نگاه میکنه بالا سرش غبار میبینه، دیگه آسمان نمیبینه. من نمیدانم، تشنگی امام حسین خیلی شدید، علی اکبر هم خیلی تشنه بود، خودش اومد گفت بابا تشنگی داره من از پا در میاره، ولی امام حسین یک تشنگی رو تو روزش یادآوری شده، فرمود مردم کاش روز عاشورا بودید، تشنگی علی اصغرم رو میدید، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.